میگه مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را برشکن و زیر و زبر کن. بلبل پربسته ز کنج قفس درآ، نغمه آزادی نوع بشر سرا. مرغ سحر را ملک و شعرای بهار سروده است و نخستین بار آن را ملوک و زرابی و بعداً قمرالملوک وزیری به اجرا درآوردند. آهنگ این تصنیف در دستگاه ماهور و توسط مرتضی نیداوود سروده شده است و بارها و بارها توسط خوانندگان دیگری به اجرا گردیده، اما ماهرانه ترین اجرای این تصنیف از آن استاد محمد رضا شجریان است که در هر کنسرتی مردم حتما آن را از ایشون درخواست میکنه. مرغ سحر به راستی تنها تصنیف ایرانی است که میتوان ادعا کرد بیش از سایر تصنیف ها و ترانه ها گوش داده شده است. چرا؟ استاد شجریان محبوبیت تصنیف مرغ سحر را چنین ابراز میکند: ماندگاری مرغ سحر را باید در مضمون اجتماعی سیاسی آن جستجو کرد که در هر دوره‌ای در ایران به گونه‌ای مصداق پیدا کرده است. ظلم ظالم جور صیاد، آشیانم داده بر باد، ای خدا، ای فلک، ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن. خیلی پوزش میخوام از مشکلی که پیش اومد. اصلا خود منم آمادگی نداشتم که ممکنه که حرفایی هم که زدم زیاد به هم پیوسته نبود و یک گسیختگی در برنامه ایجاد شد. به هر حال من عذر میخوام، بچه فنی هم خیلی ناراحت شدن. به هر حال اشکالی نداره، حالا دفعه برنامه اولم هست و ممکنه همه این برنامه زیر سر برنامه اول بشه. هانری کارتی برسون، عکاس مشهور فرانسوی، در 22 اوت 1908 در شانتلو فرانسه به دنیا آمد. او را پدر فوتوژورنالیسم یا عکاسی خبری نامیدند و به راستی میتوان از او به عنوان بهترین عکاس قرن بیستم یاد کرد. کتاب های فراوانی از کارتی برسون در دهه های 50 و 60 چاپ شد که معروفترین آنها لحظه در حقیقت لحظه قطعی است که در سال 1952 منتشر شد و به بازار اومد.
آن گونه که خود برسون تعریف کرده، لحظه قطعی عبارت است از شناخت لحظه‌ای اهمیت یک رویداد در کسری از ثانیه و همینطور پیدا کردن فرم و ترکیب دقیقی که روح آن رویداد را به نحو مناسب بیان کند. وی تمامی عکسهایش را با نور موجود می گرفت و به ندرت از نور پرداز یا فلاش استفاده می کرد. چند عکس معروف او در رابطه با جنبش دانشجویی کارگری که در ماه مه 1968 در پاریس رخ داد و خیلی زود این جنبش سراسر فرانسه رو درنوردید، امشب این عکس‌ها رو با هم می‌بینیم. در لابلای عکس‌ها عکسی هم جالبه که از ژان پل سارتر، فیلسوف مشهور فرانسوی وجود داره. روی کلیپ این عکس‌ها صدای مخملی جوداسن رو داریم، خواننده محبوب فرانسوی دهه 70. جوداسن در آستانه رویدادهای منجر به انقلاب سال 1357 به ایران سفر کرد و در کنسرتی که در تهران اجرا نمود بسیار مورد استقبال جوانان ایرانی فارسی زبان آن زمان واقع شد. Dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. Comment j'existerais, je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé, le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Caricature اثر بخش است. کاریکاتور متفکرانه است. کاریکاتور زبان هنری متلک و کنایه است. در یک نگاه گاهی به سادگی و گاهی با ساعت‌ها اندیشیدن میتوان مقصود یک کاریکاتور رو درک کرد. کاریکاتور اونجا که به مسائل سیاسی و اجتماعی میپردازه گاهی به گونه‌ای اعجاب‌آور، بسیار بیش از یک کتاب با سوژه مشابه
میتونه بحث انگیز باشه و همچنین تاثیرگذار. بیش از 100 مقاله و گزارش در میاد راجع به مورد، اما میتونه یک کاریکاتور جای همه اونا رو بگیره. توی اینترنت داشتم گشت و گذار میکردم، به یک سری کاریکاتور در دنیا به همین اینترنت برخوردم که گویای فقر و نادانی و بدبختی و روزمرگی و ناامیدی و خلاصه همه گرفتاری های ناشی از دنیای صنعتی و مدرن امروزی است. همه اونها عجیب متفکرانه طراحی شدند. کلیپی از اونها ساخته شده با نوای گیتار دلانگیز بهمن، با هم میبینیم. به حضورتون همونطوری که خدمتون گفتم قراره که راجع مهاجرت صحبت بکنیم. مهاجرت همونطوری که گفتم ممکنه برای نسل ما در حقیقت خیلی دردسر داشته و خیلی اذیت شدیم، اما از اون طرف که نگاه میکنیم میبینیم که مهاجرت برای بچه های ما خیلی پیروزمندانه و موفقیت آمیز بوده. در محیطی در حقیقت شاد هستند، امکانات براشون فراهمه که بتونن در حقیقت خودشون رو به اون جایی که میخوان و دوست دارن برسونن. البته خب خیلی هم همت نمی کنن، از این امکانات استفاده نمی کنن، امکاناتی که خیلی از بچه ها توی کشور جهان سوم آرزوش رو دارن. اما از منظر دیگه‌ای که ما بخوایم مهاجرت رو نگاه بکنیم، به یک بحث با اهمیت تری میتونه تبدیل بشه و اون علت و علل مهاجرته.